درود به دوستان عزیز، امیدوارم حال خوب و خوشی داشته باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه. دوستان عزیز، ممنون که کانال یوتیوب ما رو همراهی میکنید. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا را سابسکرایب و لایک کنید تا شما رو با جدیدترین موضوعات و سرگرمی های روز دنیا آشنا کنیم. امروز میخواییم با شما در رابطه با حقایق جالبی که در رابطه با هواپیمای اختصاصی دونالد ترامپ وجود داره صحبت بکنیم. حتما در تصاویر خبری مشاهده کردید که هواپیماهای رئیس جمهورها از نظر رنگامیزی ظاهری و مبلمان داخلی با سایر هواپیماهای مسافربری متفاوت هستش. در برخی از کشورها مثل آمریکا تفاوت فقط در ظاهر نیست. هواپیمای بلند پایه ترین فرد کشور باید ویژگی های فنی و امنیتی خاصی داشته باشه تا بتونه جان سرنشینانش رو در وضعیت خطر حفظ کنه. تفاوت هواپیماهای اختصاصی رئیس جمهور آمریکا که اسمش هست Air Force One از جالب ترین نمونه ها در دنیا هستش که در ادامه با تاریخچه مختصر و ویژگی های اون آشنا میشیم. نام Air Force One یک علامت تماس است. خیلی ها فکر میکنن نام این هواپیما Air Force One هست، اما در واقع این نام فقط یک علامت تماس برای هر هواپیمایی هست که حامل رئیس جمهور آمریکا باشه. این روش نامگذاری از سال 1953 شروع شد. در آن سال بود که یک هواپیمای مسافربری با نام مشابه هواپیمای رئیس جمهور Air Force 8610 وارد مسیر هوایی اختصاصی شد. این تغییر نام برای جلوگیری از سردرگمی و حادثه انجام شده بود. ارتش آمریکا دو هواپیما را به رئیس جمهور آمریکا اختصاص داده که همیشه یکی از اونها آماده خدمت است. و دو هواپیمای فعلی از سال 1990 در حال استفاده هستند. هواپیما دارای یک اتاق فرماندهی هستش. تجهیزات الکترونیکی پیشرفته‌ای در هواپیما استفاده شده تا از قطع شدن ارتباطات معمول جلوگیری کنه و همونطور تجهیزات خاصی برای ارتباط امن با زمین در اون تعبیه شده. هر چیزی که برای صدور فرمان و ارتباط در صورت وقوع حادثه‌ای نیاز باشه رئیس جمهور وقت آمریکا در اختیار داره. هواپیمای رئیس جمهور آمریکا رو شرکت بوئینگ ساخته. از سالهای قبل تا کنون چندین هواپیما برای رئیس جمهور آمریکا ساخته شده. دو هواپیمای فعلی ساخت شرکت بوئینگ و از مدل 200-747 هستش. هواپیمای قبلی از مدل بوئینگ 707 بودن که آیزنهاور اون رو وارد دولت آمریکا کردش. یک هواپیمای دیگه با نام Air Force 2 وجود داره. این هواپیما نام شماره 2 هواپیمای اختصاصی معاون رئیس جمهور آمریکا هستش. معاون هم هواپیمای خودشو داره و از مدل C-32A و مشابه بوئینگ 757 هستش. همیشه یک پزشک در هواپیما حضور داره. یک بخش از هواپیمای رئیس جمهور رو تبدیل به اتاق درمان کردن تا در صورت وقوع حادثه یا بیماری در هواپیما بتوان سریع به آن رسیدگی کرد. یک پزشک متخصص هم در همه سفرها همراه رئیس جمهور آمریکا هستش. این اتاق درمان تجهیزاتی داره که میتوان در آن یک عمل جراحی رو هم انجام داد. این هواپیما ظرفیت 70 نفر رو داره و هواپیمای Air Force One میتونه برای مدت طولانی در پرواز باقی بمونه. هواپیما هیچ وقت به سمت ترمینال فرودگاه نمیره. شاید توجه کرده باشید که در همه تصاویر منتشر شده از سفرهای رئیس جمهور آمریکا او در حال پیاده شدن یا سوار شدن از طریق پله‌ها هسته. واقع این هواپیما رو برای اینکه همیشه آماده تیک‌آف باشه به سمت ترمینال فرودگاه نمیبره. فضای داخلی هواپیما 3 طبقه هستش. این هواپیما نسبتاً بزرگ هستش و با طراحی 3 طبقه داخلی در اون فضای قابل استفاده زیادی برای استراحت و کارهای اداری داره. اتاق اداری بزرگ، باشگاه، حمام، بخش استراحت و اتاق کنفرانس همه به شکلی لوکس و جادار هستند. هواپیمای رئیس جمهور K
ترامپ 85 تا خط تلفن داره. خودروها و کاروانهای موتوری رئیس جمهور آمریکا را هواپیماهای دیگری منتقل می‌کنند. یک هواپیمای نظامی همیشه پشت هواپیمای رئیس جمهور پرواز می‌کند. سرعت پرواز هواپیما نزدیک به سرعت صوت هستش. هر سفر رئیس جمهور با هواپیما میلیون‌ها دلار هزینه داره و این هواپیما مثل یک پناهگاه امن برای دونالد ترامپ هستش. و در آخر متشکریم از اینکه این ویدیو رو هم در کانال یوتیوب دلتا مدیا دیدید و با یه مطلب جدید دیگه آشنا شدید. اگر کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید. با تشکر.